رهبران و مقامات بلندپایه نزدیک به 60 کشور روز یکشنبه در کنار فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه با شرکت در راهپیمایی همبستگی در پاریس به قربانیان حوادث اخیر این کشور ادای احترام کردند. ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از جمله رهبرانی بودند که در این تظاهرات شرکت کردند. به گفته رسانه‌های فرانسوی بیش از 3 میلیون نفر در تظاهرات شرکت کردند که حضور چنین جمعیتی حتی هنگام آزادی فرانسه در جنگ جهانی دوم هم سابقه نداشته. خانواده قربانیان و کارکنان مجله شارلی ابدو نیز در برابر جمعیت در راهپیمایی پاریس حاضر شدند. آقای اولاند با تمام کارکنان این مجله دیدار و با آنها همدردی کرد. همزمان برخی رسانه‌ها از بازنگری معاهده شنگن و کنترل بیشتر مرزهای اتحادیه اروپا جهت محدود کردن عبور و مرور افراد تندرو و مظنون به تروریسم خبر دادند.